رژیم آخوندی تو مرحله جدید قیام که الان در اون هستیم همه تلاش خودش رو به کار گرفته تا این قیام مردم ایران رو از مسیر و هدف سرنگونی به انحراف بکشونه. در این تلاش ایرانیان رو به سمت جبهه‌ای تحت عنوان گذار با کلاهک بازگشت بقای سلطنت سوق میده تا با پناه گرفتن تعدادی پشت بچه شاه با خبرسازی توسط محافل رسانه‌ای چه کار کنن؟ اخبار و اذهان رو از قیام برای سرنگونی منحرف کنن. میخوایم کمی صحبت کنیم در همین رابطه با احمن کامیاب. با سلام به شما احمن و خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتی و تو برنامه امروز ما شرکت کردی. حتما تو جریان خبرهای سیاسی روزهای اخیر در همین مورد اشاره کوتاهی بهش کردم هستی. سوال اولم اینه که آیا اساسا این تهدید وجود داره که این بار هم استعمار و ارتجاع انقلاب مردم ایران رو منحرف بکنند؟ با سلام به شما و سلام به بینندگان عزیز. البته در رابطه سوال اولتون قطعا همینطوره، چون استعمار و در حقیقت در مشارکت با ارتجاع همواره اگه بخوایم بگیم در تاریخ ایران سعی داشتند حقیقت حق حاکمیت مردمی، حق مشروع حاکمیت مردمی رو به یغما ببرند و خلاصه منافع رو تاراج و غارت بکنند. و در طول 100 ساله اخیر خیلی خوب شاهد بودیم که چطوری خلاصه در مقاطع مختلف، خلاصه از زمانی که مشروطیت بود در سوم اسفند توسط یک کودتای استعماری که انگلیس پشتش بود، خلاصه این حق حاکمیت رو به یغما بردند، چه در کودتای 28 مرداد و همینطور در قیام با ضد سلطنتی که در ادامه بهش بپردازیم. یعنی این تهدید که میگین هست، همواره بوده و فکر نمی کنم که خلاصه استعمار و ارتجاع دست از این توطئه و تهدید بردارند. اما در مقابل این خب باید یک بررسی بکنیم همین 43 سال اخیر رو. به طور مشخص اگه بخوایم بگیم قیام ضد سلطنتی با سرنگونی نظام شاه باید تموم میشد، چون اراده مردم به طور واقعی اون چیزی که اومدن کف خیابون و شعار دادن مرگ بر شاه و تمامیت سلطنت، خب باید دفترش بسته میشد و خلاصه همونطور که همون موقع میگفتن به زباله‌دان تاریخ فرستاده میشد. اما در حقیقت اون چیزی که خمینی ملعون در حقیقت این قیام ضد سلطنتی رهبریشو به سرقت برد و خیانتی که به این قیام و اهدافش کرد، در حقیقت حالا شاهد هستیم در پروسه امر باز خلاصه زمزمه های برگشت این موضوع و تهدیدی که همین که اشاره کردید داره رشد میکنه، البته از طرف منابع مشخصی و دقیقا تیز منافع استعمار و در اتحاد و ارتجاع این تهدید هست. اون چیزی که در مقابل این تهدید وجود داره که از همون ابتدا اگه بخوایم بگیم در همون سال 60 خط سرخی کشیده شد، مرز سرخ بینه در حقیقت این که بین خلق و ضد خلق، همون خط اصولی نه به هر نوع دیکتاتوری هستش، نه به شاه نه به شیخ، که به مرور زمان در این پروسه در این سالیان داریم در حقیقت اصالت و درستی این خط اصولی رو میبینیم و چشم میبینیم. پس اون چیزی که تهدید هست، این که سوال کردی تهدید هست به مراتب، هر روزم بریم توطئه‌اش بیشتر میشه، ولی اون چیزی که میتونه در مقابل این تهدید کار بکنه و داره میکنه در حقیقت ایستادگی سر همون موضع اصولی هستش که توسط مقاومت و در حقیقت اون ایستادگی در مقابل این خط میتونه جلوشو بگیره، کما اینکه میبینیم در همین پروسه در همین 4 ماه اخیر و به طور مشخص در همین 1 ماه اخیر خلاصه جلوش ایستاده و نمیذاره که این جایی برسه. بله برسه. حالا نکته که الان وجود داره اینه که یکی از موضوعاتی که خیلی هم بهش اشاره میشه این که تو 100 سال انقلاباتی که تو ایران بوده کاملا این پاسکاری بین حاکمیت شیخ و شاه صورت گرفته. به نظرت این چطوری صورت گرفته؟ یعنی ارزیابی خیلی کوتاه اگه ممکنه برام بکنیم. بله خب این اگه بخوایم به طور خلاصه بگیم، همین که در اشاره کردم در حقیقت این قیام مردم از 100 سال اخیر در حقیقت در مشروطه‌ای که در حقیقت می‌خواست در حقیقت خواست و اراده مردم بود توسط کودتای
در حقیقت استعماری که انگلیس پشتش بود، خب توسط رضاخان قلدر به یغما رفت و خلاصه پروسه طولانی تا اینکه در حقیقت 1120 گغش گرفتن انداختن و پسرش رو جاش گذاشتن صورت گرفت. و بعدش هم در یک کودتای دیگه باز استعماری که آمریکا این دفعه پشتش بود، دولت ملی مصدق رو در حقیقت سرنگون کردند و خلاصه این پدیده، این نظام سلطنتی توسط محمد رضا پهلوی ادامه پیدا کرد. این که میخوایم بگیم که چجوری این داره در حقیقت در همه این پروسه ها میبینیم که وقتی که شاه به هر دلیل، همین که توسط اربابانش، استعمار، انگلیس یا آمریکا وارد صحنه شدند، در حمایتش در حقیقت شیخ و آخوندها بودند، که اون که می‌بینیم بالاترین حمایت رو در کودتای 28 مرداد کاشانی در حمایت از این در حقیقت کرد. حالا هم اگه بخوایم بگیم این که در این که گفتین چجوری با هم دیگه دارن چیز میکنن، شاهد هستیم از زمانی که شیخ در خنس و در خلاصه دنگنا قرار گرفته، در خیزشا، در قیام های مختلف از 88 96 98 و همین قیام اخیر، پدیده به نام سلطنت یا همین که الان نمایندگیشو میکنه رضا پهلوی میاد وسط و در حقیقت داره چیکار میکنه با شعارهایی مثل این که باید سپاه حفظ بشه، که سپاه اصلی ترین ارگان سرکوب و بقای این نظام هست، داره به کمک در حقیقت این شیخ میاد که بتونه حاکمیتش رو استمرار بده. حتما شنیدی که سر کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق هم اینا میگن نمیدونم خود مصدق مقصر بوده، این اونو حالا بچه شاه جالبه به کار میبره و انقلاب 57 و شوم و نحس معرفی میکنه و خلاصه میخواد سفیدسازی کنه جنایت‌های پدرشو. به نظرت احمد، مردم ایران به طور واقعی چه دوره‌ای رو از این تاریخ این سرزمین شوم و سیاه میدونن؟ خب الان خوب اشاره کردی، اگه بخوایم بگیم به طور واقعی دیکتاتوری‌ها در یک ابتدایی داشتن، مثل همین که اشاره کردم از پروسه‌ای که رضاخان قلدر، میر پنج بهش میگفتن، رضا پالانی توسط خلاصه یک کودتا که با پشتیبانی استعمار بود، خلاصه یک نظام دیکتاتوری رو برپا کرد. خب یکی از سیاه‌ترین در حقیقت زمانهایی که خلاصه تاریخ ایران به خودش دیده و همینطور همین که گفتم کودتای 28 مرداد که الان خود سازمان سیا داره اسنادش رو میکنه که چطور پشتیبان این کودتا بوده و چطوری راه اندازی کرده. خب این از سیاه ترین روزهایی که در حقیقت این تاریخ به خودش دیده. چرا؟ چون بعد از اون 50 سال حاکمیت استبداد، سلطنت و غارت و چپاول داشتیم. پس اگه بخوایم بگیم که سیاه ترین روزها در، چون اگر این نبود که بعد دیگه پشت سرش این خمینی ملعون نمیتونست بیاد سر کار، اگر حاکمیت ملی دکتر محمد مصدق ادامه پیدا میکرد که دیگه کار به جایی نمیکشید که یک در حقیقت ولیعهد به حقی مثل خمینی بیاد بعد از شاه این جنایت ها رو بکنه. میخوام بگم که سرنوشت ایران طوری دیگری رقم میخواد. اگر اما الان که نگاه میکنیم به وضعیت ایران تو دوره های مختلف، هم زمان قبل از اینکه محمد رضا پهلوی بشه یک شاه دیکتاتور در ایران و زمان پدرش و همین آخوندا، شاهد این هستیم که دوران تقریبا اتفاقاتی که واسه مردم افتاده خیلی از مواقع یک موضوعات مشترکی بوده. واسم اگر میشه خیلی کوتاه رو وجوه مشترک جنایت ها و خلاصه خیانت هایی که اینا کردن در طی این 100 سال به مردم ایران برامون بگی، که خیلی مختصر و تیتربار، که بله. چه عمل کرده مشترکی بین شاه و شیخ بوده؟ بله، البته خیلی سخته تو چیز، چون واقعا جنایت هایی که اینا به طور مشترک انجام دادن خیلی زیاده، ولی هم که گفتی تیتربار، اگه بخوام هر دون مشروعیت مردمی ندارن، هر دو حاکمیت، اون یکی ظل السلطانه یعنی سایه خداست، یعنی توسط مردم انتخاب نمیشه، این یکی ولی امر مسلمین یعنی توسط بازخو، یعنی هر دوتا مشروعیت توسط مردم در انتخابات، اینکه آراء مردم پشتشون وجود نداره. در نتیجه هر دو، چون مشروعیت، چون میدونیم که هر حکم، هر
قدرتی، هر حکومتی، هر نظامی اون قدرت واقعیش رو از مشروعیتش رو از رأی مردم میگیره. وقتی که این وجود نداره، پس بلافاصله اینا اون خلأ رو، اون حفره رو با چی پر میکنن؟ با سرکوب، با دیکتاتوری. هر دو پس دید در دیکتاتوری، حالا درست وجوهش درجاتش مختلفه، شاه ساواک داشت و الی آخر خمینی که اومد چندین برابر جنایت کرد. پس هر دو در دیکتاتوری مشترک هستن. حالا میگم درجاتش، خمینی این شاه میشه گفت جوجه اون بود توی دیکتاتوری. هر دو به همین دلیل، چون در حقیقت بنا رو بر حاکمیت مردمی نیست، در نتیجه همشون در فکر چپاول و غارت هستن. از تاریخچه رضا قلدر که در انتهایی که فرستادنش به تبعید چقدر اموال و زمین‌های مردم مصادره کرده بود زد بیرون، تا همین ممرزا پهلوی که موقعی که خلاصه گورشو گم کرد از ایران، چقدر از اموال ایران رو خارج کرد، میلیاردها. این از یک طرف که چپاولش، مشابهش و اگه بخوایم بگیم چند برابرش آخوندها و بیت ملعون رهبری که الان میشه گفت دو سوم اقتصاد مملکت دست اونها هستش، از چپاولای سرسام‌آور و افسانه‌ای که فکر نمی‌کنم اصلا در تاریخ، نه تنها ایران، در تاریخ جهان سابقه داشته باشه که به این رقم اینها به صورت میلیاردی چپاول کرده باشن. پس یکی دیگه از وجوه مشترکشون، هر دو در قتل، غارت و چپاول دست داشتن. یکی دیگه از اون موضوعات که اشاره کنم، بسیار هر دو نسبت به حقوق بشر و به طور خاص حق برابر زن و مرد، در حقیقت هر دو باز وش متمایزشون. اون یکی ظل السلطان در حقیقت میگه فرزند چیز باید حتما فرزند پورش باشه، همین الان مثلا این در حقیقت نیم پهلوی که داره چیز میکنه، یه خواهر بزرگتری از خودش داره، ولی هیچ کی نمیاد به این که ببین این مثلا در دستگاه سلطنت حتما بیاد بره شاه. حالا هم جاست که استدلال میکنن، میگن که این سلطنت مثلا انگلیس فرق نمیکنه، در صورتی که اصلا اونجا کاملا نیست. بله دقیقاً همینه، ملکه انگلیس الان چند، نزدیک 60 70 سال. حالا همین موضوع رو مثلا در رابطه با دقیقاً این نظام، حتی خود شاه که این همه دارن میگن دموکراتی فلان اینا، در مساوی با چیزی که الان کلیپاش در فضای مجازی زیاد هستش، ازش به طور مشخص پرسیدن که ببین جای تو میتونه مثلا اون فرح که مثلا نایب سلطنتش هم گذاشته بود میتونه، میگفت نه نمیتونه. این از نگرش خلاصه این دستگاه سلطنت هست، متقابل و در حقیقت موازی با اون، البته به درجه خیلی زیاد، چون آخوندها به شدت در این زمینه زن ستیزتر هستن، آخوندها هستن که میدونیم دیگه الان دیگه به طور رسمی در همه نهادها، در الان خبر خودتون میخواستن، حالا به درستی غلطی کار نداریم، ولی به هر حال این دیدگاهیه که نسبت به زن دارن و اینکه به طور رسمی گفتن زن نصف مرده، نمیدونم الان در همه جا. پس یکی دیگه از پایه‌هایی که مشترک هست در این دوتا، نگرششون به حقوق بشر به طور مشخص به حقوق زن و مرد هستش. اما به عنوان سوال آخر، اونچه که مشخصه با تمام این تفاصیلی که گفتی و واقعیتایی که البته الان هم به بخشش اشاره کردی، به هر حال حرف آخر رو مردم کف خیابون و در صحنه خواهند زد. به نظرت خواست مردم ایران توی این مرحله از قیام و بعد از 100 سال که داری میگه از انقلاب ها میگذره چیه؟ درود بر شما. اینو فکر کنم در یک جمله و یک شعار که مردم در کف خیابون دارن همه جا میدند میشه خلاصه کرد. همون شعاری که الان مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، که در همه جا دیدیم، در کف خیابون، در دانشگاه ها، در همه اقشار، همه سطوح این شعار رو میدن. و از قضا این که الان گفتیم، توسط همین رسانه‌های استعماری که به شدت دنبال همون خط انحرافی هستند سانسور میشه. اتفاقا یکی از موضوعات جالب همینجاست که خواست مردم، اون چیزی که مردم دیگه عبور کردن، دیگه از شیخ و شاه و هر گونه دیکتاتوری بیزارن، دارن میگن دیگه در همه جا، در مثلا بلوچستان دیگه به زبان خیلی گویایی پلاکارد بلند میکنه که ببین دیگه قدغن، هر گونه ژن خوب، هر گونه نمیدونم انگل داده، هر گونه آخوند و شیخ قدغن، دیگه ما گذشتیم و عبور کردیم. ولیکن در حقیقت این خواست اصلی مردم
توسط باز همین رسانه‌ها، توسط همین خط استعماری میخواد سانسور بشه، به گونه ای باز میخواد چی بشه، همین که الان اشاره کردیم، انگار مردم میخوان به عقب برگردن. ولی اون چیزی که واقعا اون واقعیت در کف صحنه وجود داره از همون ابتدا در قیام به طور خاص از 25 شهریور استارت خورد و در روزهای مختلف مهر ماه، آبان ماه که اوجش بود، خب شاهد بودیم که مردم خواست خودشون رو در حقیقت به بیان خیلی واضح و رسا بیان کردن در همین شعار، نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری. یکی از موضوعاتی که در خیلی از دانشگاه ها که اگه بخوایم بگیم دانشگاه همیشه حرف در حقیقت جامعه رو بالغ کرده، چون قشر آگاه جامعه هستش و همیشه جلودار بوده در رابطه با گفتن اون حرف اصلی جامعه. خب این بیانیه که در دانشگاه مختلف این بیان شده که دیگه نه سلطنت نه رهبری، ما دنبال دموکراسی و برابری هستیم. پس این موضوع اون که گفتی خواست مردم چی است؟ خواست مردم روشنه. این که این بیان بیاد به صورت خلاصه انحرافی در رسانه‌های مختلف و همین شارموتی بازی‌ها و روحوزی‌هایی که در میارن، خب اگه بخوایم بگیم شاید رسانه‌ها بتونن یک موجی در فضای مجازی ایجاد بکنن، ولی چون پایه و مایه اصلی نداره و در کف خیابون اون چیزی که اصلی هست در حقیقت این حرف خواسته اصلی مردم هستش، خب شاهد هستیم که همین موضوعات، همون موجایی که راه میندازن از وکالت و بقیه موضوعات، میبینید که این کف روی آب بعد از یک پروسه خیلی کوتاه میره کنار و در حقیقت اون خواست اصلی مردم، اون چیزی که مقاومت ایران از ابتدا دنبالش هست و حرف اصلی مردم هست، خودش رو روشن میکنه و نشون میده. بله، با تشکر از شما احمد کامیاب به خاطر شرکت در برنامه امروز ما. خدا نگهدار. با تشکر از شما، وقتی که در خدمتتون.